بنام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما بیننده های عزیز، امید روز تا این دم به خوبی سپری کرده باشین. با زمایش نیازی در برنامه برنگ روز خدمت شما بیننده های عزیز قرار دارم تا یک ساعت دیگر، و مهمان برنامه ما هم استاد فرشته احمدی هستند، روانشناس، و موضوعی که امروز در برنامه خود انتخاب کردیم استرس است. چون میدانیم زیاد از هموطنان از این ما دچار استرس هستند، در هر کاری که انجام میدن حتما یک استرس از خود داشته میباشند، و مهمان عزیزم خوش آمدید میگیم به برنامه. سلام خدمت شما استاد، خوش آمدید به برنامه امروز. سلام خدمت شما همچنان. در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های عزیزی که ما رو بیننده هستند از برنامه زیبای خودشان. سلامت باشین، ممنون شما. میشه در ابتدا یک تعریف داشته باشیم از استرس، که استرس چگونه تعریف شده تا بیننده ها هم بیشتر دربارش بدانند؟ بله، چرانه در رابطه به استرس دانشمندان مختلف تعریف های مختلف را بیان میکنن، و در این هر سه خودم یکی از بهترین تعریف هایی را که به نظر خودم خیلی خوبتر بود او را انتخاب کردم، میخواهم که خدمت بیننده های عزیز بیان بکنم. در کل میگن که استرس، تعریف که در رابطه به استرس است، استرس میگه شرایط یا احساسی است که فرد از نظر ادراکی به این باور رسته باشه که همه انتظارات که ازش میره فراتر از توانمندی های خود فرد هست. یعنی چی؟ یعنی ای که انتظارات که یک جامعه از یک فرد میکنه یا خواسته هایی که از یک فرد داره، او از توانمندی همی فرد چی است؟ بالا هست. و در اینجا از واژه استرس ما دو مفهوم را میگیریم، یعنی استرس به دو معنی میباشه. یکی استرس به معنای پاسخ بدن به عوامل استرس زا می باشه، و دیگه استرس به معنای چی است؟ به معنای فشار بیرونی و عوامل بیرونی است. یعنی چی؟ بعضی از عوامل هستند که باعث از این میشه که به فرد میشه، عوامل بیرونی به فرد استرس ایجاد میشه. مثلا یک فرد فردا امتحان داره دچار استرس میشه، و یا یکی یک فرد روز اولی کارش است دچار استرس میشه. اینجا یک عامل بیرونی باعث از این شده که فرد چی کنه؟ دچار استرس شده. یعنی یک عامل بیرونی باعث شد که فرد دچار استرس شده. و دیگه استرس به معنای پاسخ بدن به عوامل استرس زا میباشه. هیچ قسم است. این وقتی است که مثلا یک فرد در یک جای کار میکنه، خیلی ذهنش درگیر است، استرس داره، و ای را ازش خواهش میشه که باید یک متن را بخونه یا یک جمله را بخونه. میگه که من ای را خوانده نمیتونم. به خاطر چی؟ به خاطر که میگه من دچار استرس شدم. اینجا استرس که است، پاسخ بدن است. یعنی استرس از درون خود فرد نشاط گرفته، و همه عوامل درونی خود فرد باعث شده که در فرد چی شده؟ استرس ایجاد شده. در اینجا فرد چه میکنه؟ چون که دچار استرس شده نمیتونه تمرکز نداره که امو مطلبی که برش داده شده و چی بکنه؟ خوبتر بخونه. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. میش درباره هم بگوین به طور کلی استرس چی است و چگونه باعث ایجاد در اشخاص میشه؟ بله، استرس به طور کلی به شرایط گفته میشه و یا به احساس گفته میشه که فرد فکر میکنه که همین منابعی که در وجود خود داره، دانش که در وجود خود داره، توانمندی هایی که در وجود خود داره، چی نسبت به انتظارات که ازش میره چی است؟ کمتر است. یعنی یک فرد کوشش از این میکنه که یک شاگردی تاپ باشه، اول باشه، ممتاز باشه. همیشه خانوادهش هم از این فرد توقع دارن، انتظار دارن که این فرد باید همیشه چی بکنه؟ مقام اول بگیره. اما چون که فرد توانمندی امیره نداره، همین منابع، همین معلومات که باید یک فرد که در مقام اول است داشته باشه، این فرد نداره. بنابر هزی چی میشه؟ فرد دچار استرس میشه، چون که توانمندیش از توقعات که ازش میشه، انتظارات که ازش میره چی است؟ بالا است. و در اینجا هر قراری که میگه چی باشه، انتظارات یک فرد مطابق به توانمندی یک فرد باشه، هر قراری که یک جامعه از یک فرد برابر هم توانمندیش درخواست داشته باشه، خواستهایش مطابق به توانمندی هم فرد باشه، در اینجا استرس چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی هر فرد استرس وقتی تجربه میکنه در زندگی خود که یک کاری از توانش خیلی بالا هست، اصلا توانمندیش نداره که امو کار انجام بده. به طور مثال یک شاگرد صنف پنج فقط توانمندی ای را داره که به اندازه یک شاگرد صنف پنج ایچی بکنه، مطالب بخونه، مطالب نوشته بکنه و مطالب تشریح بکنه. مگر خانواده ازی توقع داره که ای باید دمی سنی سالی کمی که داره باید به مثل یک نوجوانی که در پنتون درس میخونه و یایی که در کلاس های بالا هستن، در صنف های بالا هست، به اندازه اینا باید درس بخونه. ایجا ای با ای عامل باعث ازی میشه که فرد چه شود؟ دچار استرس شود.
استرس در فرد شکل میگیره. پس در اینجا میگه هر قدر که حمایت از طرف دوستا بیشتر باشه، هر قدر که یک فرد ما مطابق به توانمندیش ازش درخواست بکنیم، توقع بکنیم، از بالاتر از توانمندیش توقع نکنیم، توانمندی هایش مد نظر بگیریم، به مو اندازه استرس فرد چی میشه؟ کمتر میشه و فرد میتونه که استرس خود بیشتر چی بکنه؟ کنترل بکنه. به طور مثال بیشتر اوقات ما میبینیم که بعضی از مسئولین هستن در روزهای امتحان زیادتر دچار استرس میشن، چون که اطلاعات بیشتر درباره امتحان ندارن و طبعا که بیشتر از مسئولین در زمانی امتحان که هستن درس میخوانن، نمیتونن که در مدت زمانی کمی تمام محتوای درس بگیرن، تمام معلومات گرفتن نمیتونن، بنابر هستی افراد چی میشه؟ دچار استرس میشه. اگر برعکس ما یک مسئولی را مد نظر بگیریم که در جریانی یعنی پروسه تحصیلی خود اگر درسای خود بخونه به مرور زمان هر روز تکرار بکنه، پس فرد هیچ مشکلی در درسای خود نمی داشته باشه. وقتی که زمان که یک فرد مشکلی نمی داشته باشه، تمام معلومات میفهمه، از تمام درس ها آگاهی داره، تمام درس ها در ذهن ثبت است، این باعث از این میشه که استرس فرد چه شوه؟ کمتر شوه. یعنی افرادی که یاد دارن درس ها را مکمل میفهمن و هیچ مشکلی در عرصه محتوای درسشان ندارن و این افراد که استرس چی دارن؟ کمتر دارن، چون که میفهمن که اگر هر رقم سوال سخت بیایه آسان بیایه اینا توانمندیش داره که ایره چی بکنه؟ حل بکنه. پس از اینجا ما نتیجه میگیریم که استرس در اثری نداشتن معلومات کافی فرد چی میشه؟ در یک فرد ایجاد میشه. هر قرق فرد احساس ناتوانمندی میکنه در مقابل انجام یک کار، استرس در فرد چی میشه؟ بیشتر ایجاد میشه. بسیار زیاد تشکر، ممنون شما. بیشتر برای هم بگوین واکنش ها نسبت به استرس چیگونه هست؟ کدام واکنش ها را در بر میگیره؟ واکنش در مقابل استرس، افراد دو نوع واکنش در مقابل استرس از خود نشان میده. هرگاه افراد که دچار استرس میشن دو نوع واکنش از خود نشان میدن که واکنش اولش واکنش مبارزه و پرواز زیاد میشه و واکنش دومش که از سازگاری است، سازگاری عمومی است. واکنش پرواز یا مبارزه چگونه هست؟ وقتی که یک فرد دچار استرس میشه در این حالت این فرد چی میکنه؟ در مغز فرد هورمون استرس ایجاد میشه و این هورمون کمک میکنه به افراد که در مقابل امی استرس خود چی بکنن؟ مقاومت بکنن، یعنی که بتانن که خود از دام امی استرس خود بیرون بکشن، مبارزه بکنن. در اینجا امی هورمون ها انسان کمک میکنه که انسان چی کنه؟ در مقابل استرس خود دست نتن، بتانن که خود چی کنن؟ از بار دوش استرس شدید بیرون بکشن، یعنی برحله از اون مبارزه بکنن، پرواز بکنن. و واکنشی دوم که افراد نشان میتن این در حالتی هست که افراد استرسشان خیلی زیاد میباشه، یعنی در حالتی طولانی مدت قرار میگیره. وقتی که افراد استرسشان به حالت طولانی مدت قرار میگیره، اینا که هستن همین استرس خود در چند حالت تخلیه میکنن. در اینجا که است سه مرحله را مد نظر میگیریم ما که افرادی که دچار استرس طولانی مدت میشن اینا که است کدام مرحله ها را چی میکنن؟ طی میکنن. مرحله اولش مرحله هوشیاری است. افرادی که به استرس طولانی مدت دچار میشن اینا که هستن توانمندی زیرا به خود ایجاد میکنن که امرای امو حالت خود چی بکنن؟ مقابله بکنن. و مرحله دومش مرحله مقاومت است که از بیشتر از افراد وقتی که دچار استرس میشن از مقاومت استفاده میکنن، در مقابل استرس خود چی میکنن؟ اینا مقاومت میکنن. و خیلی از افراد دیگه هستن زمان که دچار استرس میشن اینا نمیتونن که چی بکنن؟ امرای امو استرس خود مقابله بکنن و نمیتونن که امرای ازی چی بکنن؟ مقاومت بکنن. پس اینا این مرحله بعدی که اینا دچار میشه مرحله خستگی میگه که افراد دیگه کاملا فرسوده میشه، اصلا دیگه توانمندیش نداره که استرس خود کنترل بکنه و مدیریت بکنه. دقیقاً، بسیار تشکر. میشه درباره هم بگوین افرادی که زیادتر با استرس مواجه میشن و کدام عوامل خاص را در بر میگیره که اینا دچار استرس میشن و نمیتونن کارهایشان را به درستی انجام بدن؟
عوامل متعددی باعث از این میشه که افراد دچار استرس شوند که در قدم اول هم گفتم که اول زمان که یک فرد توانمندی انجام یک کار را نداشته باشه فرد دچار استرس میشه که یک عوامل درونی هست یک عوامل بیرونی هست. مثلا یک فرد گفتم امتحان داره آمادگی کامل نداره، اینمی امتحان خودش یک عامل بیرونی هست که باعث از این میشه که فرد شوه دچار استرس شوه، چون که فرد خودش میفهمه که معلومات کافی درباره امتحان نداره، درباره مو مضمونی که باید امتحان بتن درباره از او قدر معلومات نداره، چون که هم کتاب درست نخوانده و در طول جریان تحصیلی هم هم دستنفا درست اشتراک نکرده. بنابر هزی فرد از توانمندی خود با خبر است که مثلا اگر سوالات مشکل بیایه، سوالات پیچیده بیایه، اگر از بین کتاب سوال بیایه من سوالات جواب دادن نمیتونم. این عامل بیرونی باعث از این میشه که فرد شوه دچار استرس شوه. و بعضی از عوامل درونی است که از درون خود فرد نشاط میگیره که باعث از این میشه که فرد دچار استرس شود. مثلا یک فردی ناراحت است و یا یکی بعضی از ناراحتی های خانوادگی داره، بنابر هزی فرد دچار استرس است، نمیتونه که روی یک مطلبی تمرکز داشته باشه. اگر ما ازشان یک درخواست بکنیم بنابر امو استرسی که داره در درون خود فرد نمیتونه که تمرکز به محتوا داشته باشه. دقیقاً، بسیار تشکر. میشه بگید نشانه های استرس کدام ها هست تا بیننده ها هم بیشتر دربارش بدانن و بدانن که وقتی که برشان واقعی میشه بدانن که استرس دارن؟ بله، خیلی نکته مهم است. خیلی از افراد هستند که دچار استرس میشن اما نمیفهمند که استرس دارن یا ندارن. بنابر بعضی از نشانه های است که به تمام افراد کمک میکنه تا اینکه بفهمن آیا دچار استرس است یا نه. بعضی اوقات انسان هست که به طور معمول هم از بعضی چیزا انسان ترس میداشته باشه، ایراس میداشته باشه. بعضی از ترس های هستند که طبیعی هست، در وجود هر فردی وجود داره. بنابر از این ما هم افراد را نمیگیم که اینا استرس دارن یا نه، چون که خواص انسانی هست که بعضی اوقات انسان از بعضی از چیزا که واقعیت داره میترسه. بنابر هزی افراد اگر میخواین بفهمن که استرس دارن یا نه، بعضی از نشانه هایی است که افراد کمک میکنه تا اینکه مطمئن شن که استرس دارن یا نه. اولین نشانش که است سردردی های مکرر است. افرادی که دچار استرس هستن اینا همیشه احساس سردردی میکنن، یعنی سردردی اینا که است بر یک روز، بر دو روز، بر سه روز، بر یک هفته، بر دو هفته نیست، به طور مکرر دوامدار اینا چی هستن؟ سردرد هستن، احساس سردردی میکنن. و دومین نشانه اینا که هستن دست پاچه شدن هستن، دست پاچه زود میشن وقتی که امو به طور مثال یک شاگرد را مد نظر بگیریم که درست درس ها را نخوانده، آمادگی کامل در درس های خود نداره، یکی از نشانه هایش هست که دست پاچه میشه، عرق میکنه. اگر هوا بسیار سردم باشه این افراد چی میکنه؟ عرق میکنه، چون که دچار استرس میشن دیگه. و این استرس باعث از این میشه که افراد چی شود؟ وهم داشته باشه، دچار ترس شدید میشه. بنابر هزی افراد که چی میکنن؟ عرق میکنه. و دو نشانه سیومیش که است سوزش است سر میده و سر دل است. افراد که دچار استرس شدید میشن اینا یک احساس سوزش میکنن در سر قلب خود، در سر میده خود، یعنی میده زیادتر میسوزد، دچار سوزش میشه و قلب هم شدت تکانش، حرکتش بیشتر میشه. و نشانه بعدی که است عمله های عصبی در سر افرادی که استرس شدید دارن به وجود میه، یعنی زود قار میشن، اصلا نمیتونن کمی هیجانات خود، عصبانیت خود کنترل بکنن. و این یکی از نشانه هایی است که افراد میتونه که کمک تا اینکه بفهمند که آیا دچار استرس است یا نه. و دیگر نشانه که در استرس وجود داره ای است که افرادی که دچار استرس میشن اینا خوابشان زیاد میشن، زیاد میخوابن، از حد به اندازه خواب میشن. هر قدر که اینا خواب میشن بازم احساس میکنن که خیلی خسته هستن، اصلا هیچ نخوابیدن. و خیلی از افراد که ما میبینیم در سرما
در زمستان چون که هوا خیلی تاریک هستن دینابر ازی علاقه من دیزی میشن که بخوابن. این افراد هم دوچار نمیتونیم بگیم که این افراد هم دوچار استرس شده، چون که این یک حالت طبیعی هست که افراد بنابر از سردی هوا علاقه من دیزی میشه که بیشتر بخوابن. مگر افراد که استرس دارن اینا در هر شرایط در هر حالت که باشد طبیعت اینا چه میشه بیشتر علاقه من خواب میباشن و بیشتر میخوابن. و نشانی بعدیشان که است مشکل در تمرکز است. افراد که دچار استرس میشن اصلا نمیتونن که تمرکز بکنن روی یک موضوع، تمرکز خود کاملا برای یک موضوع چه میکنن دست میتن. نشانی بعدی که است رفتارهای وسواسی و اجباری به افراد خلق میشه. افراد که دچار استرس هستن یک بار دست خدا میشن باز فکر میکنن که ما دست خدا ایش نشوشتیم، باز میرن دست خدا میشن، باز 5 دقیقه بعد فکر میکنن که دستشان چی است، شستگی نیست، این ناشسته است. بنابر از این افراد چه میکنه بار بار مکررن دوچار وسوسه میشه دست خدا چه میکنه میشه. و دیگه نشانه که به افرادی که استرس داره با وجود میه جامعه گریزی هست، از اجتماع خود فرار میکنن، دوست ندارن که با اجتماع باشن، دوست ندارن که با اجتماع به تماس باشن، اصلا دوست نداره که با افراد بشنن، همراه اونا هم کلام باشن، همراه اونا ارتباط برقرار بکنن، چون که افراد که دچار استرس هستن همیشه خوش دارن که تنها باشن و همیشه خوش دارن که اصلا نمی حالات را که در رفتار اینا وجود داره نمیخواه که دیگرها چی بکنه، از این حالات ازی از نشانه های ازی با خبر شد. بنابر هزی همیشه خوش دارن که از جامعه خود چی باشن دور باشن، همیشه گوشه نشین می باشن. و نشانی بعدشان که است خستگی دائمی هست، به طور همیشه دائم اینا احساس خستگی میکنه و هر قرارم که اینا راحت باشن، هر قرارم که اینا تفریح بکنن باز هم فکر میکنن که خیلی خسته هستن، خیلی چی کردن، خیلی کار کردن، خیلی کار ثقلی را انجام ده. بنابراین از این خیلی افرادی که دچار استرس هستن احساس خستگی میکنن. و دیگه نشانیشان که است افرادی که دچار استرس هست یا از حد بیشتر چاق میشن و یا اینکه لاغر میشن. لاغری بیش از حد هم با این نشان میده که افراد دچار استرس شده هست و از اثر استرس بعضی افراد که هستن چی میشن؟ چاق میشن، وزن میگیرن. نشانه بعدی که است دست پاچه بودن افراد هست. همیشه افراد که استرس دارن در هر حالت، اگر حالت سخت باشه چی حالاتی آسان باشه، مثلا یک فردی که دچار استرس است اگر امتحان هم داشته باشه، اگر نداشته باشه باز هم چی میشه دچار دست پاچه هم میشه، یعنی اصلا نمیتونه که خدا کنترل بکنه، حاکمیت بالای خود بالای اعضای بدن خود نمیداشته باشن. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر استاد. بینده های عزیز فعلا همیان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. همراه شما خوبان تا پایان برنامه خواهند هستیم. سلام و مجدد خدمت شما بینده های که تازه با ما پیوستین. به امید این روز برفی را در کانون گرم خانوادگیتان تا این دم سپری کرده باشین. قسمی که در ابتدای برنامه گفتیم موضوع برنامه امروز ما استرس است و مهمان برنامه ما هم استاد فرشته احمدی هستند، روانشناس. استاد میشه دوباره از اینجا آغاز کنیم، عواقب بیماری استرس کدام ها است؟ بله، اول میایم در رابطه با این بحث میکنیم که چی عواقب را در بر داره استرس، یعنی با چی اختلالات را در یک فرد ایجاد میکنه. عواقبش، اولین عواقب استرس ای است که عملکرد فرد را ضعیف میسازه، یعنی بالای عملکرد فرد خیلی تاثیرگذار است. افرادی که دچار استرس میشن عملکردشان نسبت به حالتی که خوب هستن، سرحال هستن فرق میکنه، یعنی خیلی عملکردشان وقتی که دچار استرس میشه ضعیف میشه. مثلا یک فرد نویسنده خیلی خوبی است، خیلی تمرکز خوبی به نویسندگی خود داره، اما وقتی که این فرد دچار استرس میشه عملکردش ضعیف میشه نسبت به مو کاری که میکنه. مثلا فرد قبلا میتونست بسیار خوب نوشته بکنه، بسیار خوب تمرکز داشت، خیلی نظریات جدید را میتونست که در
ذهن خود خلق بکنه و را نوشته بکنه، اما زمانی که فرد دچار استرس میشه دیگه اون تمرکز خود از دست میده، عمل کرد ضعیف میشه، او قسمی که قبلا میتونست نوشته بکنه نوشته کرده نمیتونه متن، و او قسمی که قبلا تمرکز داشت نظریات جدید در خود خلق میکرد، نظریات جدید در کتاب های خود نوشته میکرد، در متن های خود نوشته میکرد، اما بعد از اینکه دچار استرس میشه نمیتونه که او مطالبی را قبلا نوشته میکرد، بعد از دچار بیمار شدن به استرس اینا چه بکنه، او عمل کرده داشته باشه. مثلا به طور مثال یک شاگردی را میبینیم که خیلی لایق است، خیلی یک فردی پر انرژی است، یک فردی است که خیلی با استعداد است، اما زمانی که شاگرد دچار استرس میشه دیگه همه توانمندی خود چه میکنه از دست میده، عمل کردش روز به روز ضعیف شده میره و اصلا درس ها درست گرفته نمیتونه، تمرکز خود هم از دست میده، نمیتونه که قبلا او چیزهایی را که میتونست که یاد بگیره، مطالبی را که جذب میکرد، او قدرتی را که قبلا در حالت نرمال خود داشت، بعد از اینکه فرد دچار استرس میشه او توانمندی را چه میکنه از دست میده، و همچنان میتونه که به نوعی کارمندی افراد نیز استرس چه باشه تاثیرگذار باشه. مثلا قبلا فرد میتونست که کاری بسیار ثقلی را انجام بده، مثلا یک آقای را مد نظر میگیریم که در یک تعمیر کار میکرد و این میتونست که بسیار بارهای ثقلی را، بارهای گرنگ را این فرد چه بکنه انتقال بده، اما زمان که دچار استرس میشه در فرد چه میشه یک نوع ضعیفی و سستی در فرد به وجود میاد، نمیتونه که مثل قبل که کار میکرد او قسم دیگه فرد چه کده نمیتونه کار کده نمیتونه، این توانمندی های خود عدس میده، فرد روز به روز چه میشه ضعیف میشه، و تاثیر دیگه عواقب دیگه که از اثر استرس به افراد به وجود می، ارتباطاتش با اجتماع ضعیف میشه. گفتیم افراد که دچار استرس میشن اصلا علاقه نداره که در بین اجتماع باشه، علاقمندی خود نسبت به اجتماع خود این افراد چه میکنه از دست میتن، بنابر از این افرادی که دچار استرس میشه اصلا دیگه ارتباطات خوب قد اجتماع خود نمیداشته باشن، نسبت به اجتماع خود دل سرد هستن، همیشه کوشش میکنن که چه کنن از اجتماع خود فرار بکنن، و دیگر عواقبی که در اثر استرس در افراد به وجود میاد، اگر میگه استرس خیلی در افراد شدید شوه بیماری های امانندی فرسودگی شغلی را در فرد به وجود میاره، بیماری های قلبی را در فرد به وجود میاره، افرادی که استرسشان خیلی شدید میشه اصلا نمیتونه که همین استرس خود کنترل بکنه، اینا دچار فشار خونی خیلی بالایی میشن و خیلی از ضعیفی های دیگه در بدن افرادی که دچار استرس میشه به وجود میاره، اصلا فرد کنترل خود کاملا نسبت به اجتماع خود چه میکنه از دست میده، اصلا دیگه فرد خیلی ناتوان میشه در مقابل انجام مسئولیت های خود، و خیلی از بیماری های نادرمان شدنی هم در فرد چه میشه در اثر استرس شدید به وجود میاد. دقیقاً بسیار تشکر. میشه بگوین راه مقابله با استرس کدام ها هست و کدام مورد در بر میگیره؟ بله، حال میاییم در این رابطه بحث میکنیم که چگونه ما میتونیم که استرس خود مدیریت بکنیم یا راه های مقابله با استرس چی است. در قدم اول چیزی که خیلی در هر سه کنترل استرس افراد کمک میکنه ای است که باید اینا تشخیص بدن که چی وقت دچار استرس میشن، هر زمانی که اینا دچار استرس میشن باید زمانش را در خود چی بکنن مشخص بکنن، معین بکنن، باید اول ریشه خود استرس خود معلوم بکنن که استرسشان به چی حد است و چه زمانی این افراد دچار استرس میشه. زمانی که افراد فهمیدن که ریشه اصلی استرسشان کجا هست، چی چیزی چی عاملی باعث استرس فرد شده، ای افراد کمک میکنه که زودتر بتانن که همین استرس خود چی بکنه کنترل بکنه. خیلی از افراد هستن که اصلا نمیفهمن که عاملی که باعث به وجود آمدن استرس در افراد شده چی هست، ریشه استرسشان چی هست، که چی چیز باعث شده که فرد دچار استرس شده. تا زمان که افراد نفهمن که عاملی استرسشان چی هست، ریشه اصلی در کجا هست، تا اون زمان هیچ فرد نمیتونه استرس خود کنترل بکنه، مدیریت بکنه و یا یک امر استرس خود چه بکنه مقابله بکنه. پس نکته مهم اساسی در عرصه کنترل استرس، در عرصه مدیریت مقابل استرس ای است که افراد باید اول تشخیص بتن، معلوم بکنن که ریشه
همون استرسشان در کجا هست. بعد از دو وقتی که فهمیدین که ریشه اصلی در کجا هست، چه چیز باعث استرستان شده، راههایی که برتان بیان میکنم این راه ها شما را کمک میکنه تا بتانین که با استرس خود مقابله بکنین، استرس خود چه کنین، مدیریت بکنین، کنترل بکنین. اولین روش که خیلی سودمند هست، مفید است که افراد کمک میکنه با استرس خود مقابله بکنن، استرس خود مدیریت بکنن، روش عملگرا است. روش عملگرا قسمی که از نامش معلوم است که شامل عمل کرده افراد میشه، یعنی زمانی که افراد دچار استرس میشن با این روش های عملی میتونن که با استرس خود چی بکنن، مقابله بکنن. اولین روش عملگرای مدیریت زمان هسته. اگر ما بتانیم زمان را خوبتر مدیریت بکنیم، اگر ما بتانیم که زمان در اختیار خود بگیریم، در کنترل خود بگیریم، به مو اندازه میتونیم که با استرس چه بکنیم، مبارزه بکنیم، مقابله بکنیم. خیلی از افراد زمانی دچار استرس میشن که زمان کافی به خاطر انجام یک کار را ندارن، یعنی منیجمنت و مدیریت در عرصه زمان خود ندارن. بنابر هزی وقتی که زمان سپری میشه کارشان باقی میمونه، این باعث هزی میشه که افراد چه شود، دچار استرس شدید شوند. بنابر هزی افرادی که میخوان با استرس خود مقابله بکنن، استرس خود کنترل بکنن، اینا باید در قدم نخست باید یاد بگیرن که چگونه زمان خود مدیریت بکنن. حال چگونه ما میتونیم زمان مدیریت بکنیم؟ اولین کاری که بهترین کار کمک میکنه افراد را که بتونن زمان خود کنترل بکنن، منیجمنت بکنن، این است که باید یک برنامه بسازن به خود که در مطابق به اون برنامه کارها را در اون وقت زمان مشخص چی بکنه انجام بده. هر قدری که همین برنامه ها زمانش مشخص باشه، هر قدری که ما یک برنامه مشخص داشته باشیم، معین داشته باشیم، به همان اندازه میتونیم که چی بکنیم، همین زمان مدیریت بکنیم. هر کار که زمان مدیریت چه به مو اندازه انسان راحت می باشه، کارها را هم میتونه که به عین زمان انجام بده و وقتی که کارها هم به زمان تعیین شده تمام میشه، پس انسان هم خیلی راحت می باشه، خسته هم نمیشه. وقتی که انسان خسته نشد، وقتی که انسان دچار ترس شدید نشد، بنابر هزی میتونه که همی استرس خود چه بکنه، کنترل بکنه. خیلی از افراد را که ما میبینیم دچار استرس میشن، بنابر نداشتن برنامه منظم درست است. اینا که اصلا برنامه ندارن، به برنامه کارهای خود پیش میبرن، کارهایی که مهم است او پس میمونه، کارهایی که اصلا مهم نیست او را به طور مکرر انجام میده. چندین بار او کاری که اصلا مهم نیست، او کاری که در اولویت قرار نداره، او کار چندین بار انجام میتن. اما وقتی که زمان در دقایق آخر میرسه، فرد یادش میاد که او کارای مهمش مانده. ای باعث ازی میشه که فرد چه شد، دچار استرس شد، چون کاری که خیلی خاص و مهم بوده از دست فرد رفته، زمانم سپری شده. بنابر هزی فرد دیگه چاره نداره بجز ازی که چی بکنه، ترس بخوره و بترسه و چی وهم دچار وهم شود. بنابر زمانی که فرد میترسه و ورخطا میشه و این باعث از این میشه که فرد استرس چه شو بیشتر شه. پس اگر شما میخواین که استرس خود کنترل بکنین، باید یک برنامه منظم کاری داشته باشین. برنامه منظم خیلی انسان کمک میکنه که هر کار ما در زمان مشخصش انجام بدیم و وقتی که کار در زمانش اجرا شوه، اصلا انسان دچار استرس نمیشه و انسان خیلی راحت میباشه. همچنان وقت افراد پیدا میکنن که تفریح بکنن و کارهای خود به شکلی تفریحی انجام بده تا اینکه دچار خستگی و کسالت نشن. و هر قدر که همی کار زیاد میشه تکرارش، هر قدر که یک کار چی میشه به طور تکراری انجام میشه و این کار باعث از این میشه که انسان خسته شد و اصلا وقتی بر تفریح پیدا نمیکنه. پس باید همیشه برنامه داشته باشین. برنامه خیلی کمک میکنه افراد که زمان خود چه بکنن، اداره بکنن و منیجمنت بکنن. و روش دیگه که در هر سه عملی کمک میکنه این روش که است، روشی بقیه مردم از گاهی اوقات بقیه افراد هم باعث از این میشه که به ما استرس چی شوه ایجاد شوه، یعنی دیگرا عامل میشه که به ما استرس به وجود بیایه. مثلا به طور مثال یک مسئله را مد نظر میگیریم، خودش اصلا دچار
کدام مشکل نیست، خیلی راحت است، راحت درسای خودم میخوانه، راحت پنتون میره، اما از طرف خانواده سرش فشار میه که باید تو بهترین درجه را بگیری، تو باید بهترین باشی. بنابر هزی فرد چه میکنه؟ چون که میبینه که توانمندیش هم نداره و از طرف دیگه خانواده هم خیلی سرش فشار میاره و این باعث از این میشه که فرد چه میشه؟ دچار استرس میشه. پس در اینجا افرادی که تحت تاثیر افراد قرار میگیرن، تحت تاثیر خانواده یا اجتماع قرار میگیرن، اینا اولین کاری را که میکنن این است که باید همی خواسته های خود باید اینا چی بکنه؟ اولویت بندی بکنن، نیازهای خود اینا اولویت بندی بکنن. و بیشتر چیزی که خیلی مهم است در اولویت بندیشان و این است که احترام گذاشتن به نیازهای خودشان هستن. اول باید افراد به نیازهای خود احترام بگذارن، اول باید توجه به نیازهای خود بکنن که در اصل خودشان چی میخواهند، نیاز خودشان چی است، علاقه خودشان، خواسته های خودشان چی است. و این باعث از این میشه که افراد بتونه که بیشتر به استرس خود حاکمیت داشته باشه، بیشتر میتونه که استرس خود چی بکنه، کنترل بکنه. واقعا چیزی که در جهان خیلی مهم و اساسی است خود فرد است. زمانی که ما نتانیم به خواسته های خود دست پیدا بکنیم، نیازهای خود وقتی که برآورده دست ساخته نتانیم، پس نمیتونیم که نیازهای دیگر را چی بکنیم، برآورده بکنیم. پس بیشتر افرادی که دچار استرس میشن در اثر ای است که نیازهای خود را در نظر نمیگیرن و همیشه کوشش میکنن که نیازهای دیگر را برآورده بسازن. مثلا میخوان خواسته های خانواده را برآورده بسازن، خواسته های والدین خود را برآورده بسازن و این باعث از این میشه که استرس در افراد چه شود، بیشتر شود. پس اگر شما میخواین با استرس خود مبارزه بکنید، اولین چیزی را که اولین اولویت باید احترام گذاشتن به نیازهای خودتان باشه. خودتان میبینید که چقدر توانمندی دارین، یعنی شما در کدام درجه میتونین که خود برسانین، کدام پوزیشن شما میتونین بگیرین، بدیس بیارین، توانمندیش دارین شما بدیس بیارین، همو رو باید مد نظر بگیرین. اصلا توجهی به دیگران نداشته باشین، دیگران در عرصه شما در رابطه با شما چی میگن، هر قدر هم که دیگران شما را تلقین بکنه، توهین بکنه، هر قدر هم که نسبت به شما ارزش قائل نباشه، اما باز هم چیزی که به شما خیلی مهم اساسی است خود شما باید باشین. شما باید نیاز خود در قدم اول مد نظر بگیرین، درخواسته های خودتان، خودتان باید اول احترام بگذارین تا اینکه دیگرا هم به مرور زمان این احساس پیدا بکنه که هر قدر که یک انسان خودش به خود احترام داشته باشه، به نیازهای خود توجه کنه، دیگرا هم تحت تاثیر این افراد قرار میگیره و این باعث از میشه که افراد بتونه که با همه استرس خود چی کنه، مقابله بکنه، استرس خود میتونه که بسیار به خوبی کنترل بکنه. و مرحله دیگه که افراد کمک میکنه در روش عملگرا که با استرس خود مبارزه بکنه ای است که محیط کاری است. بعضی اوقات میگم محیط کاری باعث از این میشه که افراد دچار استرس شود. محیط کاری چه قسم؟ بعضی از محیط های کاری است به نظر خود فرد خیلی یک محیط نارام داره، محیطش خیلی ناراحت کننده هست به یک فرد و خیلی یک محیط دلتنگ است، محیطی است که خیلی خسته کننده هست به یک فرد. این باعث از این محیط های کاری باعث میشه که فرد دچار چه شود؟ استرس شود. پس اگر افرادی که میخواین که با استرس خود مبارزه بکنن، با استرس خود کنار بیاین، اینا باید همین محیط را که میفهمن که خیلی یک محیط ناراحت کننده هستن، اگر خیلی مهم هم نیست برشان، اگر علاقمندی نسبت به اون کار خود ندارن، میتونن که او کار چیز بکنن، تبدیل بکنن، شغل خود تبدیل بکنن، شامل یک شغل دیگه شون. اگر باز هم اینا علاقه به کار خود داره، باز بنابر از اینکه همین شرایط محیطی خود کار خوب نیست، بنابر از این فرد دچار خستگی میشه، فرد احساس ناراحتی میکنه، میتونه که افراد همین احساس خستگی خود کاهش بده، فرد باید با می آلات مبارزه باید بکنه و همیشه کوشش بکنه هر قدر هم که خودش کوشش کنه که همین محیط کاری را به خود زیبا جلوه بده و همیشه خود فرد کوشش بکنه که خود سرگرم نگاه بکنه و همیشه کوشش کنه که اگر مخالفت های وجود داره در محیط کاری، کوشش بکنه که با انگیزه مثبت خود، با می تصورات مثبت خود، با افکار مثبت خود با او افراد پیش بیایه و بتونه که مو محیط کاری را به یک محیط کاری زیبا و دلنواز تبدیل بکنه تا ای که هم بتونه خودشان شاد باشن، هم دیگرها هم شاد باشه. هر قدر که یک فرد در یک محیط کاری خود خوشحال باشه، هر قدر که عاشق کار خود باشه، هر قدر که
علاقه مند باشه به کار خود، به همو اندازه فرد چی میشه احساس راحتی میکنه و دچار استرس نمیشه. پس افرادی که میخواین که از بار دوش استرس نجات پیدا بکنن، باید همیشه یگانه چیز که مهم است خوشحالی خودشان باید باشه. هر قدر هم که محیط دلتنگ باشه، هر قدر که محیط سخت باشه، کوشش کنن که خودشان باید آسانگیر باشن، سهلگیر باشن. همیشه خودشان باید فرصت های خوشحالی و فرصت های آرامش و فرصت های شادی را به خود چی بکنن، در محیط کاری مساعد بکنن. و دقیقاً، بسیار تشکر، ممنون شما. بیشتر باری هم بگوین مدت تداویش چقدر است و چقدر زمان نیاز میگیره تا که یک شخصی که دچار استرس شده بتونه به طور کامل صحت یاب شود؟ افرادی که دچار استرس میشن بیماری های روانی، بیماری هایی است که اصلا مدت زمانش مشخص نیست که کدام افراد ما میتونیم که به چی مدت زمان علاج بکنیم یا درمان بکنیم، چون که گفتیم بیماری های روانی در اثر مشاوره در بس های مشاورتی چی میشه درمان میشه، بنابر هزی از مدت زمانش که است مشخص نیست. افراد باید حداقل که افرادی که دچار استرس هستن یا دچار دیگه بیماری های روانی هستن، اینا حداقل باید مدت 6 ماه باید پیش روانپزشک مراجعه باید بکنن، پیش یک روانشناس باید برن، همیشه خود معاینه باید بکنن، همیشه باید همو تکنیکایی را که برشان یاد میده، راههایی را که برشان میگه، روشایی را که برشان میگه، باید اونا را همیشه چی بکنن، عملی بکنن و همیشه پایگیرش باشن. ممکن هست که افراد که بیشتر تلاش بکنن، کوشش بکنن، هم از طرف اجتماعش هم حمایت خوب شوه، میتونه که در مدت 6 ماه با می بیماری خود چی بکنه، کنار بیاین. یعنی به طور دائمی بیماری های روانی بیماری هایی است که به طور دائمی از بین نمیره، یعنی در وجود فرد اثراتش وجود می داشته باشه. هر قدرم که یک فرد نرمال شوه، به حالت نرمال خود برگرده، باز هم امو تاثیراتش در وجود فرد هست. این زمانی بروز میکنه که فرد دوباره در امو حالت قبلی خود قرار بگیره. مثلا امو چیزی که باعث ناراحتی فرد شده که فرد دچار استرس شده، اگر در امو شرایط دوباره فرد قرار بگیره، باز هم باعث ازی است، امکان ازی است که فرد دوباره دچار استرس شود. افراد اگر کوشش بیشتر بکنن، زحمت بیشتر بکشن، از طرف اجتماع خود خوبتر حمایت شوند، زیادتر اجتماع منفی نباشه، این افراد در مدت 6 ماه میتونن که با امی بیماری خود چی بکنن، مبارزه بکنن. و دیگر مدت زمانش بعضی ها در مدت 1 سال میتونه که از این بیماری ها ریهایی پیدا بکنه، بعضی هم مدت 2 سال در بر میگیره و بعضی از افراد هم هستن که اصلا هیچ راه درمانی برشان وجود نداره. یعنی هر قدر هم که اینا تحت تداوی قرار میگیره، باز هم امو حالتشان هست و هیچ تغییرشان ایجاد نمیشه. دیگه بیماری های روانی همین قسم بیماری هایی هست که بیشتر به حمایت اجتماعش بستگی داره. هر قدر که محیط خوبتر باشه، هر قدر که محیط مثبت‌تر باشه، به مو اندازه افراد میتونه که با می بیماری های روانی شو کنن کنار بیاین. بسیار زیاد تشکر استاد فرشته کزی که در برنامه ما حضور پیدا کردین. بیننده های عزیز، این هم بود برنامه امروز. ما امیدواریم مورد پسند شما واقع شده باشه. تا برنامه بعد هم شما را به خداوند پاک میسپارم. الله حافظ، نگهدار هم شما.